الو، بیدارم. چی؟ خب صبح آقا نخوابید این که باز امروز بعد قبل از صبحونتون یه دونه قرص بخورین. اینا رو برام بگیر. یادم. یاد. اینکه چیزی توش نیست. ترشه. اینا رو ببر. باش. یه لقمه که باید بخورین. نمیشه که. قرصتون هم میزنم همینجا، بعدش با شیر بخوریم. یادت باشه یه آلبوم بگیری برام، این داره تموم میشه. چشم. پول داری؟ پول دارم. بعدم این برن راپله رو درست میکنن. یونیفورم رو گرفتی؟ نه میگیرم. این راپله رو دارن رنگ میکنن، گفتن که شما هم سهمتون رو حساب کردم. گفتم بنویسم براتون. یونیفرمو گرفتی؟ میگیرم، باز نکرده که هنوز. چیزی خواستین خبرم کن. باشه؟ باش. اینم همین برای رابل است. یاد. بذارش تو صندوق. یاد. گرفتم پنیر. حالا بفرما. دست شما درد نکن. چرا زحمت کشیدی نازر خانم؟ میومدم خودم میگرفتم با این پا دردتون.
خیلی خودت شیرین نکن لوس نانور. راستی آصف چطوره؟ نفس میکشه؟ بله خوبه. بفهمی تو کار داره. این چهار تا گل دادم مواظب باش. با ملاحظه بشنم بده. این صد دفعه. این صد دفعه. بله. چون سقف طبقه پایینی که تپله کرده، بعد خب بالکنم آب داده، منم سنبلکارم دیگه. الو ریحان جان. سلام. ببین نایسی تون بگم، این سبزی کوکا رو کجا گذاشتی؟ میگن دیگه کوکو چی شد؟ ماه شده. انجی ریختی توش؟ بفهم لباس هاشو نگاه کن. این چرا تو برقه؟ داشتم چیز میکردم یادم رفت. باز رفتی کتاب جدید خریدی که؟ چقدر شد اینا؟ چیزی نشد. بگو چی خریدم. نکن کامبا این چقدر خوشگله. نگاه کن واسه رو تخته دو نفرمون خریدم. بیا اینم قرمه سبزی. به مرده گفتم میرم به شوهرم نشون میدم، اگه خوشش من میاد بقیه رنگش میگه فعلا هر کدوم یه رنگی. خوبه؟ جرابت سوراخ شده، بده بدوزه. نمیخواد. بده دیگه. ملیه نه؟ آره ملیه. امتحانه چی شد؟ امتحانه؟ بد نشد. میافتی؟ چرا؟ کیه؟ نمیدونم. بله بله بفرم. مردو شفیه. سلام. سلام. چرا زحمت کشتین؟ من که تازه خرید کرده بودم. بیداره؟ بله. نه این سوراخ شده دارم میدوزمش. بله. روزنامه خریدم و به خاطر جدولاش. رو سوختگی میام. سوخت داره؟ شو فهمیدم و نمیشد بیام ببینم. آب نه توش روغنش داغ هنوز آتیش میگیره. بیا جواب تو دختم بگی. چرا میری؟ بابا الان میری شفی. هی باید یواشکی برم بیام. با آدم بر میخوره دیگه. صد بار که نمیگن یه چیزی عزیزم. از اول نگفتم زندم. خب الان برو بهشون بگو چی میشه مگه؟ نگو. با مینا خانم حرف زدی؟ تا جام چرا باش حرف نمیزنی؟ ما رو این پول حساب کردیم آتا. اونم هی داره بدقلتر میشه. این بار که زنی بهش میگی؟ بله. علیزاده چی شد؟ ای بابا پیله که میکنی دیگه ویل نمیکنی ها. از همه عالم آدم که بریدی، بچه تو اون کله دنیا ازش بیخبری، بعد میگه علیزاده چی شد چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ آخرش زنش ولش کرد و رفت. ماجراشون که گفتی حل و فصل شده بود. زنه به من اینجوری گفته بود که دست از سرش بردارم. تو این مدت دخترش همه کاراشو کرده بود. آقا بهترین چیزی نیست. یه دقیقه سم بیا بزنیم اینو بزنم. آه.
التماسش نکن، تموم شده. بهترین الان؟ یادم تو رو فراموش. 4-1 تلفن. الکی میگیم به من؟ برو جواب بده، یه وقت اینا باشی. نه کپسولشون فقط تموم شد. بفرم. بله بله بله. آقای سهرابی بفرم. همین فقط بگم کپسول بیاریم. مینه خانم ببخشید، قرار بود یه شماره به من بدین که اگه یه موقعی یه کار فوری پیش اومد من زنگ بزنم. پس جا به جا شدین میگین. دستتون درد. این نه که همون بودن، میگم بزنید یه نیم ساعت یه چرتی بزنن بعد دوباره با هم. باش قربانش، خداحافظ. میگم سمانه نمیتونه برای ما. سمانه کی؟ سحر. همون. من خودم رفتم دیدم. کی؟ او ناراحت شدن نداره که. بونگو زنگ زد دیدم تو به تو بگم خیلی طول میکشه، خودم دقیقه رفتم دیدم اومدم. بده برو بده. برو خودم میزنم. بل کن دیگه. وای دیدی شکوندی. منو نگاه کن ببینم، برای چی من نگفتی سپردی واسه خونه؟ یکی اون گلدون خالی رو پشت میدی من این رو جمع کنم. حرف نمیزنم من بودم. چی شد مگه حالا؟ خب از این با شما رو طور میدم. دستم خوبه به گل و گیا. شما دستت کلن خوبه به همه چی. گوش چرخ کرده گذاشته بیرون یخش آب شه؟ تو یخ چلی ماشه لباس شما فکر کنم واسه با لباساش رو پنگ کن تو چوری نشد. بیا اینجا بیا ببین. نه همه جوری گذاشته تو یخ چلی، سیری نباید زیر این بذاری، تمام پنیر همه چی داغون شده. چی میگه مرگی مثل امروز؟ نه هیچ مرگی نیست، اقدی گفتن نکرده کار نبر بکن. برو کنار، برو کنار. همهشم زدین آسور کرد. خب اینجوری مرغ خورد میکنه نشسته. خوبه بسن... که قور نمیزنی خیلی خوبه. قور نمیزنه؟ خوبه که خیلی قور نمیزنم. الان بهت میگم من قور میزنم. آره آره من بوی ببخش ببخش بوی ببخش به جون موازی فهم خواست آب بریزم بسنم. هیچی نشد. ببخشید. خب چی به سر تو آوردی بالا؟ ببخشید. هیچی نشد. کلی بازی در نیار. هیچی نشد. بعد اتفا چی رو میگم؟ خب بزن به برون بر. جانم بیلچه رو بیار، بعدم یه سری بزن بالا ببین این چشه. میخوام اخبار گوش کنم. من سر در نمیارم ولی چشم. ای کاش یه راهی هم بود آدم بفهمه بین اینا کسی هم پیدا شده یا نه. این برد ما چی شد؟ برد که نبود آقا. تون بعض اوزم تو هر بار یه بامبونی سرهم میکنی. چلون پسرمو نمیری؟ نه دیگه همون هفتش رفتم بس. یه روز نبودم شما داشتیم خونه رو آتیش میزدیم. هنوز شفیه با من سر سنگینه. تو چه اصلا به مینه خواهم نمیگی پولتو بد بده؟ فقط دو سه هفته اول سر وقت بده بشم یکی درمی حالم که اصلا نمیریزه. بابا ما آنور هی داره به من زنگ میزنه من رو دعوام کنه. تکلیف تو چرا روشن نمی کنه؟ اصلا کاش دانشگاه اینجا قبول میشدی. مامانت بهت زنگ زد؟ آره. چی گفت؟ دعوا کرد دیگه. چرا من مقدم باید حرف جدی میزنم شوخیت میگیره؟ کجا داری میری؟ بالا. تو خون گذاشون بالا انقدر میری؟
توی این دو سه روز بهش میگم کارت به کارت میکنم. الان رو ببینید. خب آقا کار من نیست، این نصاب میخواد. باشی چشم. جی یکم پول داریم به من بدین؟ کارت اونجاست. زن داری؟ بله، ولی همین یه چند وقت. رسیدشو برام بیار. باشه. چشم. اتفاقا گفت بله. نه من نمیدونم، شما خودتون بیاین پایین ببینید. با من اینو میشناسم، من دارم باش زندگی میکنم. خب تو هم موقع بهش میگفتی نمیشه خانم وقتا بیاد بهم سر بزنه، چی میشه مگه؟ اگه میشد که بهش میگفتم. خودت هی میگی بیا اینجا بمون. دیدی هی بهت میگم بگو گوش نمیدی؟ دیدی هم وردان چیزیت پولو براد ریخ؟ شاید چشمهایش باز باشد. امشب او را دیدم که به خواب میرفت. دلم میخواست کنار او باشم. نکن گره میخواد. چون از خانه های دیگر میتوانست نه از پشت دیوار. کم دخترش دیگه تربیت بهتره نه؟ تو رو خود برو این شوفاژه رو درست، همه جا این خونه داره سوز میاد. آره چون از خانه های دیگر میتوانست نه از پشت دیوار را کمی بکشند و ما رو ببینند. چایی در همون حالت نگاه. چایی؟ آخه این الان همش گره میخوره ها. گره میخوره. ببین صحت آره نه میدونی چی کار کن. خب میدونم نه، ولی تاها میگم اگه خاجورم زنی بزنه خوابگاه چی؟ با تو هم چپ میشه ها. برو بگو دارم میرم پیش شوهرم. آقا نفس دوباره حالشون بد شده. بله برای اینکه نه خیلی از همین بوی چسبا صد دفعه بهشون گفتم مینو خانوم. خب خود دکتر قدغن کرده. خب من نمیتونم اینجوری کار کنم، من چرا باید مسئولیت قبول کنم اگه خدایی نکرده الان. بله بله گرفتم 200 از خودشون گرفتم. علی‌الحساب کپسولشونو بله عوض کردم. بله خداحافظ. بایسا ببینم پول از آصف گرفتی؟ یک کاغذ نوشته بودم زده بودم اینجا شماره تلفن بود. پولی که دادی به من از آصف گرفتی؟ ندیدیش؟ ندیدم. آخه من پول برات نریخ نه؟ یا تو ازمش نگفتی؟ تاج یه دقیقه حواست به من هست یا نه؟ چرا دروغ میگی؟ بهش گفتی یا نه؟ تا با تو چی میگی؟ نه چپ میری راست میری ریخت 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 نریخ چیکارش کنم نمیریزه. اقلا نمیگفتی از باباش پول گرفتی، الان خیالش راحت پول بهت نمیده دیگه. برای چی نده؟ باباش اینجا خوابیده. نخواد بریزه نمیریزه دیگه، چه باباش باشه چه نباشه. موبایل تو بده. کپسولشو چرا نگرفتی؟ نمیدونم. نه میگم یعنی مثلا هیچ راهی نداره، اگه بتونین امشب بفرست. یعنی فردا برای من میفرستین این کپسول رو دیگه.
خوبی؟ خوبم. صبح بخیر. آقا. 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 آقا بلند. آقا ریحان، ریحان بیا. آقا نمیدونم این چرا اینجوری شده. آقا نبض نداره، بدنش سرده. برو تو مرده، بلش کن تا بلش کن. آقا بیا اینو بزن. باشو باشو برو بیرون. کاری ندارم، خواهم یه دقیقه. آقا الان خوب بود؟ آقا تا مرده. آقا آقا تو را بلش کن. تا مرده بلش کن. آقا چرا اینجوری میکنین؟ آقا آقا تو را خدا. آقا تا بلش کن. تا بلش کن. بلش کن. بلش کن. چی میخوای؟ دیگر مخواهی با بطا این زنگ بزنم مرشن. این خوب موندم من چیم بودم؟ یکی مخواهی زنگ بزنی؟ یه دقیقه به من گوش بده. کپسولش رو کی سفارش دادی؟ کپسولش رو میگم کی سفارش دادی؟ دیشب. خب بیان ببینن کپسولش خالیه چی؟ با حالی که دیشب داشته با دخترش گفتی کپسولش رو گرفتی. خب گرفتم. آره گرفتی. آره که تو بعدش گرفتی. بایدا تو الکی اون موقع به دخترش گفتی گرفتی، بعدش زنگ زدی کپسول سفارش دادی. خب الان که نیست. خب نباشه آجاز بهت میبینه کپسول خالی. آشنایی کسی دفتر تلفنش کجاست بهش زنگ بزنی؟ تا دفتر تلفنی چیزی نداره بهش زنگ بزنی؟ پیدا شد؟ نه دفترش اینجا نیست. مصاب کجا داری میری؟ خب زنگ بزنم، این بنده خدا نمیتونه جنازش نباید بمونه رو زمین. کی میخوای زنگ بزنی؟ صبر کن. چی میگی بابا؟ چه فرقی میکنه چه گرفتم چه نگرفتم؟ من که نمیتونم اینو بزنم. نرو 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 نرو. این میتونه من خونم. اینو دروسی نداره میاد تو. این قرصاش هم نخورده. نه این قرصاش نیست. من اینو خودم از بالای تختش برداشتم. نه اینجا هم قرص داره. تو
متفاجم نیا کن، به خاطر همین دوز قرصاشو میوردم بالا، نمیخورد تو هم حواست نبوده. به دخترشم که گفتی کپسولشو عوض کردی نکردی. اورژانسم که بیاد اینو همینجوری بر نمیداره ببره، که ازت هزار جور سوال جواب میکنم. موقع میخوای چیکار کنی؟ اقلا من میگم به دخترش خبر بده. اگه میخواد بیفته گردن من الان و بعدش فرقی نمیکنه. به اورژانس بگم همونه، دخترشم بیاد همونه. من که نمیتونم بذارم این همینجوری اینجا بمونه که. یه دقیقه من گوش بده. من نمیگم صبر کنم تا مینا خبر دونه بیاد تکلیف باباشو مشخص کنه که. میگم قبل از اینکه هر کاری بکنیم اول به اون خبر بدیم. باباشه، حقشه. دفترشه، تلفنشه. میمیرم برات. اینا ول نمیکنه. برو تو اتاق. مامان جان. سلام. سلام. خوب بودی؟ نه. رنگ رو چرا انقدر پریده؟ زرد و زاری؟ نه، چیزی نیست. آصف خوبه؟ بله. من یه دو روز بخوام برم همدان. به گلدانم آب بده. حواستم بخانه زندگی من باشه. چشم. اینم کلید مادر جان. گمش نکنی. فقط میگم اگه یه موقع اومدی نبودم، میذارمش همونجا زیر پادری. باش. تو میدونی زنش گم شده؟ آلزایمر داشته. ایرانی هم نبوده. اولی آلبوم همش عکس زنش، ولی بقیهش بقیه آدم هست. کاش گذاشته بودم این ماکت آخریه رو تموم کنه. تو نمیدونی دفتر تلفنش چه شکلیه؟ یه دفتر کوچیک قهوه‌ای. جمع کن اونا رو. موبایل تو بده. میخوای چیکار؟ میخوام زنگ بزنم به شفی. باید به یکی زنگ بزنیم دیگه. شمارش رو تو سیم کارتم دارم. تو جون اصلا فهمیدی من به تو چی گفتم؟ شفی همین جوشم از تو دل خوشی نداره. الانم هم بیاد این وضع ببینه همه چی میندازه گردن تو. میندازه گردن من دیگه. من باش وایسادم. برو زنگ بزن دیگه. برو. کیه؟ کیه؟ تو کی بود؟ ریحان، پس برای چی نشستی؟ چیکار کنم؟ خب بلند شو بگرد دیگه. دیدی که گشتم نیست. من نرفتی صبر کنم تا مینا خانم زنگ بزنه. من نگفتم، تو میگی. الان وقت ناز کردنه. اصلا میفهمی من چی میگم؟ میگم این که یه وقت من کاری کرده باشم که آقای آصف به خدا مثل خور افتاده به جونم. من که چیزی نگفتم، فقط اونجا نشسته بودم. میدونم نشسته بودم. بله. سلام بابا، خوبین؟ نه، من یه کمی کارم امروز زیاد بوده همین. بله، خستم. نه، سیم کارت من تو گوشی ریحانه. بله بله، نه داشت میرفت گوشی از من. خدافظ. الو. سلام بابا جون، خوبین؟ نه، ساعت 8 در خوابگاه میبندم. بله بله، داشتم میرفتم دیگه.
چشم چشم. بله به مامان رضا سلام برسون. خداحافظ. تاها من باید برم خوابگاه، بابا میخواد زنگ بزن. بری سیم کارتشو بذار رو میز. برای تو یه دونه من دارم. منم خوابم نبود. بس من دارم یه لقمه رو بخورد. دیروز ساله هیچی نخوردی. یه اقلا یه قلب چای شیر میخور گلوت باز شد. بیا نمیدونم چرا زنگ نمیزن. اگه زنگ بزنه چی میخوای بگی بهش؟ یه چیزی میگم دیگه. اگه نگی چی؟ یا مثلا یه جور دیگه بگی بهش؟ یعنی چی؟ یعنی بگم حالش بده، پزشک قانونی بعدم میگه که مرده. ولی اگه بعدم پرسی چرا همون موقع نگفتین چی بگم؟ نه مثلا اینجوری بهش بگی که حال باباتون خیلی بده و تو اونم خودم ور دنیا بدی دو سه روزی طول میکشه. یا مثلا بهش بگی میری. آره اصلا بهش بگو من دارم میرم با آصفم حرف زدم. بعد اون نگران باباش میشه چون تو کوتی حال باباشم بده. بعد برای اینکه تو نری زودتر پولو میرسه تا خودش برسه که تو باباشو تنها نذاری. یعنی چی؟ یعنی اصلا نگم باباش مرده؟ بعد اگه اومد شاکی شد بهش میگیم که نمیخواستیم بهتون بگیم اونور دنیا حالتون بچه سب کردیم تا بیاین. میگه چرا نگفتیم؟ برای چی جنازه بابای منو نگردشتین رو زمین؟ بعدم دیگه هیچ کسی نبوده تو این خراب شده که بهش بگین؟ خب تو فقط با دخترش طرفی. به خود منم بخواستم مرگ آصف ناراحتم تو این تنهایی بی کسی. ولی الان برای فرقی نمیکنه امروز خاکش کنن یا فردا. تا یه دقیقه صبر کن.
یه ساله داری تو این خونه زحمت میکشی، به خدا حقت. تازه با این پولی که دخترش قرار بهمون بده یه جای 40 متری هم نمیتونیم بگیریم. درست. به خدا درست هیچی نیست. تو میگی من یه نفر رو نگه دارم تو خونه بابتش پول میگیرم. من اینو گفتم تا من گفتم بخاطر نگه داشتن آصف ازشون پول بگیری؟ من گفتم بخاطر زحمتی که توی خونه که میکشی حقتو بگیری. حقم چیه؟ حقم اینه که یه جنازه رو نگردنم رو زمین؟ اون زن به من اعتماد کرده. گناه اون چیه؟ نکشتمش که. پیر بود. مریض بود. مرد. خودش بود. بعد میخوای با این پول زندگی کنی نه؟ میخوای خونه بگیریم؟ کدوم پول؟ این تا الان پولو بهت نداده. الانم بیاد بفهمه باباش مرده دیگه هیچی بهت نمیده. آجونه قربونت برم. مگه خودت نگفتی اگه پزشک قانونی بیاد زمان مرگو اعلام میکنه؟ الان هیچ فرقی نمیکنه. ما الان خبر بدیم یا دو روز دیگه. همون سوالی برشون پیش میاد که تا الان پیش میومد. چرا تا الان خبر ندادی؟ حتما یه ریگی تو کفشتون هستی که. گناه در آصف. من زنت. گناه ندارم. خودت گناه نداری؟ یهو اینجوری شد همه چی. ملافه ها رو برای چی جمع کردی؟ داشتم شوفاژ هواگیری میکرد. چرا اینجوری کردی؟ مگه لوله کشی تو؟ ملافه هاش خودم نشون. بده ببینم. چیزی نشون. بیار جلو دستت. نمیخواد، خودم میزنم. بله. سلام مینا خانم. نه خوبن. بر نذاشتم. نه رفته بودیم چکا. خب چون کمی دوباره هم تنگی نفس و اینا شده بود دیر رسیدیم خونه. مینا خانم من جمع کردم همه اونا رو، همون رنگ رو. بله الان آخه قرص آرام بخش دادن دکتر بهشون، خوابن. خیالتون راحت باشه، الان خیلی بهتره. باش من خدا بزن.
خودم میشستم ملافار. تو نمیخواد کار کنی با اون دستت. شفیه باز نکنی ها. خب میدونم من خونم. خب باشه، علم غیب که نداره، چند با زمین زمینه برنمیده میره دیگه. برم نداره تلفونو، فکر کنم شفیه داره زنگ میزنه. ببین ما یه سر برم دانشگاه، غروب میام. ماشین لباس شویم وایستاده با اون حرفا رو پهن کن. بیرونی؟ ببخش بیدارت کرده. برای چی رفتی بیرون؟ تا ملافار برگم بارون گفت آوردمشون پایین. میگم چرا بیرون بودی؟ گفتم دیگه ملافه ها رو بردم پنکام، آشغالم بوبت گرفت و بردم پایین. تو یادت رفته بود، گوش همه جا رو برداشته. بونیا بون؟ برای چی رفته تو را پله؟ گاز رو همینجوری رو بشم بری کردی رفتی بیرون؟ گفتم چرا یه بار رفتن. صد دفعه من بعد یه چیزی رو بگم نه؟ دارم باید حرف میزنم، منو نگاه کن. چه تو؟ آشغالایی که تو نموردی پای همشو من مردم پای بود، گردش خونه رو برداشته بود. مرسی که نمیفهمی نه؟ الان دیگه مشکل فقط این نیست که تو این خونه ای. نمیری حسابو چک کن ببینی پولا ریخته یا نه؟ من دارم میرم خوابگاه. کاری نداری؟ Oh.
چجوری داری اینجا نفس میکشی؟ بوگه همه خونه رو گرفته. تا پنجره رو باز کنه. نه ببین من هرچی میگم تو کار خودتو میکنی نه؟ بیا تو. به خود حالم بد شد از بو. هنوز بو میاد تا کمتر شد. بینی تو عادت کرده هنوز هست. چی کار کنم؟ شوفاژه رو بعد خاموش کنم، بعد برم پلاستیک متری بگیرم. منم میام اینجا تنها تو خونه نیم. مگه قفل نکردی؟ چرا؟ تو وایسا یه دقیقه. در بالکنم که باز گذاشتی که برو؟ تو اومدی دنبالم، من پشتر تو اومدم. من اومدم ولی تو خب چرا در رو نبست؟ خب تو نزدیک در وایسی، من فکرم تو در میبندی دیگه. وایساده باشم نزدیک در چه ربطی داره؟ تو باید خودت در رو ببندی. خب تو زودتر از من زودتر از تو رفتم بیرون، تو پشت من اومدی. خب باشه، یعنی چی زودتر و دیرتر نداره؟ خب تو باید در رو بزنی. خب تو باید در میبندی. صدا تو بیار پایین، برو تو. چرا داد میزنی؟ در بیرون هم که قفل نکردی. در بیرون خودم قفل کردم. پس همین دروغ نخور. چرا نمیفهمی یا در بیرون رو قفل کردم؟ در این خونه خودش همینجوری واسه خودش باز میشه؟ خب چرا اصلا در قفل نکردم؟ مینا خانم من باید چیکار کنم؟ به خدا منم از زندگی مفتادم، منم خرج دارم. شما همون روزی که من زنگ زدم برای آگهیتون به من گفتین یه خانومی میاد، گفتین میاد کارهای خونه رو میکنه، درسته؟ نه درست. خب هیچ کس نیومد دیگه، من خودم همه کارا رو کردم. باشه باشه، اب نداره، میگین جور نشد اون خانوم بیاد دیگه، باشه. ولی دیگه بد حسابی که نباید بکنین. خب نه اگه اینجوری باشه من میذارم میرم، به خدا میذارم میرم. فردا ببینین الان چند وقته ها. باش دستتون در، پس حتما فردا دیگه. ممنون. الان که خوابن؟ بله. خداحافظ. سلام. داشتم رفتم بالا خونه هم که رسیم.
هم کلاسیت کیه؟ خونه آقای آسف اونجا با هم درس اولین بار نسبت چند بار دیدم شو از این پله ها رفتی آمدی نه به خدا یکی دو بار بیشتر نیومدی چه اومدی؟ سلام سلام هم کلاسیت اینه؟ با این درس بخونی؟ نه زنمه آزن خانم جان اینه چرا به من نگفته بودی زن داری؟ خب نشد دیگه از کجا بدانم این اسمی که نوشتن همین دختر خانمه بده من یه کارتی کارت دانشجویی تو بده من زن همه دیگه برو برم ببینم آصف خبر داره میاد و میره بله یه دو سه بار دیگه هم که دیدتت حالا یه بلند شو برو تو پشته بون برو تو راپله همه به تو محرمن الا من نه چی؟ از در این خونه که میری بیرون چادر رو میچپونی تو کیفت تا میرسی تو پاگرد سرت میکنی تام جانه وقتی اینه که تو به من بگی چادر سر میکنم یا نمیکنم اصلا مشکل تو این نیست که من چه بهت نمیگم چادر سر نمیکنم مشکل چه ازت اجازه نگرفتم پوشش من اگه مشکل داشت که دانشگاه رو هم نمیدادن تو دانشگاه هم دیگه سرت نمی کنی نه؟ مشکل تو خودتی تا برو باید چیکار کردی سه چیزا رو بهت نمی کن بیا تا یه خواب نشدن کیسه شون کن آصف خونه است؟ بله، نه، خوابن نمیخواد پول و نقاشا را بده؟ دادن، من یادم رفت بیارم براتون یعنی یه بارم اومدم دم خونه شما نبودین حالش خوب نیست خدا شفاش بده اون موقعی که خوب بود با یه من اصلم نمیشد خوردش حالا که دیگه واویلاست چشم میارم بردار بیار سیگار میکشی؟ از کی تا حالا؟ نگفته بودیم برو فکر کن ببین چی کار کردی که مجبورم یه چیزایی رو بهت نگم تا
هیچی. دفتر چی؟ میدونم دفتر شد. اینجا چی کار میکنم؟ خب من چه میدونم اونجا چی کار میکنم؟ یعنی چی من چه میدونم؟ من ده دفعه رفتم تو این اتاق برگشتم این دفتر که اینجا نبوده. تو میدونی من تنهای پامو تو اون اتاق نمیذارم. چی کار کردی ریحان؟ دفترچه رو برداشتی قایم کردی دوباره آوردی گشتی اینجا به خاطر میسلیون. میسلیون چی میگی تو؟ به چه درد من میخوره؟ واسه چی باید این کار بکنم؟ به مرگ ریحان من کاری نکردم. به مرگ ریحان کاری نکردم. من خودم زنگ میزنم پلیس و همه چی میگم. اصلا حرفم از شما نمیزنم. شما که نبودین که. فقط تو رو خدا بزنیم ریحان بریم. تا اون اصلا اینجا نبود. اون روز که اصلا نبود. بشین. من مدت ایران بودم. هر از گاهی که شما نبودین می اومدم به پدر سر می زدم. میرم سر اصل مطلب. همسر من مدتی پیش جیریست که بزرگ تجاری کرد. ورشکست شدیم. خودشم گم و گور شد. تنها چیزی که برام مونده همین خونه است که اونم تو رهن بانکه. باید یه راهی پیدا کنم قبل از اینکه بانک حراجش بذاره. از رهن درش بیارم پول طلبکارا رو بدم. چیزی رو که ازتون میخوام برای هیچ کس به اندازه خود من سخت نیست. دو برابر پولی رو که قرارمون بود بهتون میدم. شما یه مدت دیگه پدرتو همین وضع نگه دارید تا من یه راهی برای انتقال خونه پیدا کنم. بلند شو وسایلت رو جمع کن بریم. رازش کن. جمع کن. برای چی وایستادی؟ تاها ریحان جمع کن وسایلو. بزن هم یه ذره احترامی که بینمون مونده بمونه. من میخوام بدم الان با این چند روزه چه فرقی کرده. مگه ما ترس از اومدن مینا خانم نداشه؟ خب یه استخاره میکنی؟ خب الان داره خودش میگه نگهش داری. خودش داره یه مزخرفی میگه. خب ببین ما این کار انجام ندیم میره یه نفر دیگه ده نفر دیگه رو بیاره. به من و تو چه؟ به درک. کجا میخوای بری؟ قبرستون. توافقش یه هفته دیگه. تا من برگردم وسایلتو تو جمع میکنی. من نمیام. نمیای؟ غلط میکنی؟ بس کنین دیگه. این کارا یعنی چی؟ برو وسایل تو جمع کن. نمیخواد بمونید. شما دخالت نکن خانم. من مزخرف میگم ها؟ چرا وقتی زنگ زدم نگفتی پدر مرده؟ شما که میدونستی چرا نیومدی؟ پدر من امانت بود دست تو. قانونی من خبر نداشتم. تو باید بهم خبر میدادی. برای من حرف از قانون میزنی؟ خودت گفتی یه عالم طلبکار داری. طلبکار دارم. قتل که نکردم. چرا کپسولشو عوض نکردی؟
مگه اون روز که با هم حرف زدیم نگفتی عوض کردم؟ به سهراب زنگ زدم گفت باهاش تماس نگرفتی. جواب نمیداد، زنگ زدم از یکی دیگه گرفتم. کی؟ رسیدش کو؟ چه میدونم کجاست؟ گم شد. گم شده یا عوض نکردی؟ چی میگی خانم عوض نکردی؟ کپسول پره تو اتاقشه، برو نگاه کن. به خدا راست میگی تو اتاقه. قرصاش چی؟ شما که همه چی رو میدونستی چرا هیچ کاری نکردی؟ میدونی مرده یکی رو نگه داشتن یعنی چی؟ من تمام این مدت داشتم فکر کردم چجوری باید بهتون بگم اینجا چه اتفاقی افتاده. بعد الان بلند شدی اومدی. خفه شو. من یه دقیقه دیگه هم اینجا نمیمونم. زنگ بزن. زنگ بزن به پلیس. مگه نمیخوای زنگ بزنی؟ زنگ بزن بیاد تکلیف هممون رو روشن کنه. یالا دیگه. پدر رو کشتی، نگهشان میداری. بفرمایی. یخ خشک میخواد. یخ خشک چیه؟ الو مینا خانم، آقای آصف و من الان اومدم خونه، دیدم بردینش. باش، خداحافظ. مینا خانم، این دوست پدر باز اومدن اینجا، همون آقای شفیع. میترسم نره. باش. آقا تاها، آخه این دفعه دومیه که میام میبینم نیستن. میگم شاید خدا نکرده یه اتفاقی براشون افتاده. بی سابقه بوده که من این همه مدت از آصف بی خبر باشم. انشالله چیزی نیست.
به خدا بسپاری. تاها بچه بی عرضه نیست، زنش هم هست، دوتای موازه بشن. زنش؟ آره، طفل دختر خیلی خوبیه. او چند روز آمده بود سر به تاها بزنه، من دیدمش. باسر خبر داره؟ مطمئن باش، زن و شوهرن، من خودم شناسامشان دیدم. این طرف ها کلیساز کجاست؟ کلیساز بخواه چی بکنی؟ بخواه خانه مردم بدون اجازه باز کنی؟ مگه میشه بی اجازه بریم خانه مردم؟ شما بفرمایید کلیسازی کجاست؟ آقا شما شهر نشه. نه آقا جون، شما در وا کن. بدر یکم صبر کن، شاید رفته باشن دکتری جایی. آقا بالاخره من چیکار کنم؟ باز کنم باز نکنم؟ چند دفعه تالا زنگ زدیم در باز نکردن. عزیز من شما کار خودت بکن. چش. کلیساز آوردین آقای شفی؟ الهی قربان تو برم عزیزم. آقای کجایی؟ پیره مرد دخ کرد از تنهایی. خوبی نازر خانم؟ خوش آمد. چه بی خبر؟ شد دیگه. یعنی به این سرعت؟ پدر سیتیزن فرانسه است، انتقالش راحته. این پسرم دیگه نمیتونست از پس کارش بر بیاد، ردش کردم رفت. کی برگشتی؟ همین که خبر دادن، دو سه روزی هست. آخه آخرین دفعه که من دیدمش چیزی نگفت. عوض شدی. پریا کجاست؟ آخرش هم ندیدمش. خوبه، بزرگ شده. خیلی وقت بود دنبال این میگشت، سخت پیداش کردم. ممنون، میبرم برش. میشه دیدهش؟ فقط خانواده درجه یک. قهوتون سرد شد. آصف، از آخر عاقبت علیزاده چیزی بهت نگفت؟ چند بار تا حالا میخواست خونه رو به نامم کنه، ولی من زیر بار نرفتم. حتما گفته بهتون. بهش سلام برسون. بزرگیتونو میرسون. مواظبش باش. زنت کو؟ نمیتونم، از تو هرچی زنگ میزنم جواب نمیدم. خیلی منتظر این صفحه بود. نخوره به دیوار. درست بود خانم؟ درسته، ممنون. این باقی مونده پول قبلیتونه.
اینم پیش قصه بعدی. بردار، من راضیم. من دفتر تلفن آصف رو بعد از اینکه قرصاشو پیدا کردم برداشتم. به خدا فقط به خاطر تو ترسیدم که نندازن گردن تو. به جون خدا به روح مامان عزیز راست میگم. من موقع انقدر ترسیده بودم که اصلا حواسم به هیچی نبود. نمیخوایی چی بگی؟ باور کرد؟ الان ازا جو سوال جواب هم میکنه دیگه. اومده پشت خطم، کاری نداری؟ خداحافظ. الان آقا جون سلام، خوبین؟ نه به خدا، خونه مرجان داشتیم درس میخوندیم. بله، چشم، رسیدم خوابگاه بهتون زنگ میزنم. چشم خداحافظ. تا اگه تلفن زنگ زد جواب ندیه خب؟ ترسم بابام باشه وقت من یه چیز میگم تو همین چیزی حرفمون دوتا میشه. باشه؟ خداحافظ. نگهش دار. سرتو بگی بالا. اون روزیش بند اومد یخ بزرد بیش. یه خود عاشق پولا تو کیفم هم، ولی هم مدارکم رو زد. خیلی در بابات الو. سلام آقا جون. خب بهتون گفتم که چیزی نشد، چرا گفتین الکی نگرانشون کردین؟ بله، مرسی، خداحافظ. باش، خداحافظ. زمینی؟ انشالله قسمت شما هم بشه. از من خدافظ. گوشی خدمتون. یه موند زنگ میزنم. الو، دستش بنده، بهتون زنگ میزنه. ببخشیدا. قربان شما، خدافظ. دو کلم باش حرف میزدی، گناه داشت. چرا اینجوری میکنی با من؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ تا دارم دق میکنم. من چه میدونستم اینطوری میشه؟ خیلی همجوری با هم تلخ بمونی؟ ببخشید.
مینا خانم، با این اتفاقی که افتاده پای پلیس هم وسط میاد. شما جمع کنید برید، نمیخوام توی ماجرا گرفتار بشین. پولاکو بسه دیگه، نکن خودش این کار کرده باشه. کار ریحان نیست. چه فرق میکنه دیگه؟ تو فرستادی؟ چی میگی تو؟ هر کی بوده راحت اون کرد. پلاک 54. بله. طبقه 3. کی میرسن؟ مرسی من. بله بله مطمئنم که فوت شدن. ممنونم. خانم میشه من اینو به خودم ببرم؟ ببر.
بشه.